سازمان بهداشت جهانی میگوید کمخونی یک مشکل جدی بهداشت عمومی جهانی بوده که 571 میلیون زن و 269 میلیون کودک خردسال را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. این نهاد روز دوشنبه 25 اردیبهشت با نشر گزارشی از کشورهای جهان خواست که تا سال 2025 میزان شیوع کمخونی در زنان در سنین باروری را به نصف کاهش دهند. به گفته این سازمان، کمخونی بیشتر در کشورهای با درآمد کم و متوسط شیوع دارد. گفتن است که کمخونی خطر ابتلا به عفونت و مرگ را افزایش می دهد، عملکرد شناختی را مختل می کند و باعث خستگی مفرد، نتایج بد بارداری، از دست دادن درآمد و رشد و توسعه ضعیف در فرد می شود. در همین راستا گفتگویی داشتم با خانم صدیقه زرین از تهران و از ایشان پرسیدم گزارش سازمان بهداشت جهانی در مورد کمخونی در میان زنان و کودکان در سطح جهان تا چه حد جدی و نگران کننده است. با هم ببینیم. به نام خدا، با عرض سلام. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی بیش از 2 میلیارد نفر در سراسر جهان از کمخونی رنج میبرند، یعنی تقریبا بیش از 30% مردم جمعیت جهان مبتلا به کمخونی هستند که این کمخونی در اکثر موارد ناشی از کمبود آهن یا فقر آهن در بدن افراد هست. کمبود آهن علاوه بر اینکه میتونه باعث کمخونی بشه، زمینه رو برای ابتلا به یک سری بیماری های دیگه مثل بیماری های عفونی، بیماری های جسمی و حتی مشکلات عصبی فراهم میکنه. به اعتقاد پزشکان و طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، این کمخونی علاوه بر عوامل محیطی و ژنتیکی میتونه ناشی از تغذیه نامناسب، فقر آهن و شرایطی باشه که افراد درش زندگی میکنن. کمخونی در کشورهای با درآمد متوسط و فقیر بیشتر از کشورهای توسعه یافته دیده میشه که در واقع میتونه ناشی از شرایط زندگی در اون کشورها باشه، بیماری هایی که در اون کشورها رایج هستند، سطح بهداشت و خودمراقبتی در اون کشورها، نوع تغذیهشون و سبک زندگیشون هستش. یک سری از علائم کمخونی رو خدمت شما عرض می کنم. احساس خستگی مداوم، سندروم پیکا یا اون حالتی هستش که فرد کمخون میل به خوردن گچ، خوردن خاک یا خوردن یخ داره. اینو به عنوان سندروم پیکا مطرح می کنن. تنگی نفس در زمانی که فرد دچار فعالیت بیشتر میشه یا ورزش میکنه، در اون حالت دچار تنگی نفس میشه، تپش قلب پیدا میکنه، تمرکز فرد کمخون کاهش پیدا میکنه که به خاطر کمبود دریافت اکسیژن در مغز هستش. بد اخلاقی و تغییر خلق و خو میتونه یکی از نشانه هاش باشه. احساس بیحالی، رنگ پریدگی، سرد شدن بدن، سرگیجه، ضعف و احساس خواب‌آلودگی از دیگر عوامل در واقع علائم کمخونی هستش. کمخونی در مادران باردار خیلی جدی‌تر مطرح میشه، چون در واقع 2 نفر در این شرایط مطرح هستن، هم مادر و هم جنینی که در شکم مادر هست میتونن از این عارضه دچار رنج بشن و مشکلاتی رو متحمل بشن که در واقع طبق نظر سازمان بهداشت جهانی در شرایطی که در واقع در جامعه‌ای که کمخونی رایج هست، افراد باید حساسیت بیشتری برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری یا تشدید علائمش داشته باشن که مادران قبل از اینکه اقدام به بارداری بکنن حتما باید آزمایشات سلامت رو انجام بدن و اگر مادری میدونه که مبتلا به کمخونی هست حتما قبل از بارداری برای درمان کمخونی و یا کاهش عوارض اون اقدام بکنه که داروهایی رو پزشکان متخصص تجویز میکنن. قبل از بارداری مادر باید اون داروها رو مصرف بکنه. نوع تغذیه افراد باید تغییر پیدا بکنه و ترجیحاً از مواد غذایی
استفاده بکنند که آهن بیشتری داره، مثل سبزیجاتی که رنگ سبز تیره داره، مصرف گوشت قرمز مثل گوشت گوسفند، مصرف میوه‌جات تازه، مصرف حبوبات تا یه حدی میتونه مؤثر باشه، مصرف گوشت ماهی و مرغ، در واقع گوشت سفید عنوان میشه ازش، این میتونه مؤثر باشه. انجام مداوم ورزش، نه ورزش های سنگین، اما ورزش هایی که در حد متعادل به سلامت افراد کمک میکنه. سبک زندگی درست، رعایت بهداشت، خواب کافی و همینطور پرهیز از مصرف موادی که میتونه باعث کمخونی بشه. مهمترین راه مبارزه با کمخونی آگاه کردن افراد جامعه از علل بروز کمخونی و شیوع اون و یا ادامه پیدا کردن این عارضه در جامعه هست که همونطور که اشاره کردم مادران قبل از اینکه اقدام به بارداری بکنن حتما باید از نظر کمخونی چکاپ بشن تا خدای ناکرده جنین اونها و یا فرزند اونها دچار اختلال کمخونی نباشه. سازمان بهداشت جهانی بسته‌های آموزشی رو تهیه کرده که در اون به تمام جنبه‌های فقر آهن و کمخونی اشاره کردند و روش‌های پیشگیری از کمخونی و درمان اون رو در سطح دانش عمومی مردم در جامعه مطرح کردند. و همچنین گفتگویی داشتم با خانم زهرا شیرشاهی، کارشناس بیماری های غیر واگیر کمخونی از تهران. با هم ببینیم و بشنویم. به طور کل در خصوص کمخونی در کودکان و نوجوانان تقریبا از هر 7 کودک 2 ساله 1 نفر مشکل کمخونی داره. اغلب دلیل کمخونی کودکان نبود فقر آهن کافی، میل به خوردن چیزهای غیر معمول مانند خاک، خاک رس، یخ و یا نشاسته پیدا میکنن. به این رفتار پیکا گفته میشه. کودکان در 12 ماهگی باید تست کمخونی بدن. در صورتی که مشکل کمخونی در کودکان درمان نشه ممکنه باعث ایجاد مشکلاتی در رشد مغزی و به هر مشکلات دیگه در اونها بشه. احساس خستگی دائمی در نوجوانان میتونه به دلیل کمخونی باشه. نوجوانان به خاطر رشد ناگهانی در دوران بلوغ در خطر کمخونی و فقر آهن هستن. دختران جوان نیز به خاطر دوره قاعدگی بیشتر در معرض خطر هستن. به طور کلی در خصوص زنان درست کمخونی شایع تر هست ولی در مردان جدی تره. کمخونی در خانم هایی که در سن باروری هستن نباید نادیده گرفته بشه، اما معمولا نمیتونه مشکل جدی باشه زیرا در این بازه سنی یک امر طبیعیه، اما در مورد مردان احتمال سرطان ها مطرح میشه.